سخنان جنرال پاکستانی درباره افغانستان. ایران: حمله بر حرم شاهچراغ از افغانستان پشتیبانی شده است. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. ایران: حمله بر حرم شاهچراغ از افغانستان پشتیبانی شده است. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه میگوید که حمله بر زیارتگاه شاهچراغ در شیراز ایران با پشتیبانی عوامل از خاک افغانستان انجام شده است. در اطلاعیه این وزارت که روز دوشنبه به 16 عقرب منتشر شده آمده است که در پیوند به این رویداد که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت، 26 تبعی خارجی از جمله اتباعی افغانستان بازداشت شده است. در اطلاعیه آمده است عنصر پشتیبانی کننده صحنه عملیات در شیراز فرد افغانستانی با نام محمد رامز رشیدی با نام مستعار ابو بصیر و عامل تیر اندازی در حرم مدهر با نام سبحان کمرونی با نام مستعار ابو عایشه تبعی تاجکستان بود. بر بنیاد این اطلاعیه، عامل اصلی این عملیات که یک شهروند آذربایجانی می باشد، پس از ورود به ایران بلافاصله از طریق سرپل پایگاه عملیاتی داعش در افغانستان با شبکه اتباع خارجی داعش نیز ارتباط گرفته و حضور خود در تهران را به اطلاع آنها رسانده است. به گفته وزارت اطلاعات ایران، شناسایی و بازداشت عوامل این رویداد یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین عملیات ضد تروریستی این وزارت بوده که منجر به شناسایی و بازداشت تمامی آنها شده است. در اطلاعیه آمده است که تمامی 26 تن که در این پیوند گرفتار شده اند غیر ایرانی و با ملیت های جمهوری آذربایجان، تاجکستان و افغانستان هستند. در اثر حمله بر حرم شاهچراغ که به تاریخ 4 عقرب صورت گرفت و مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت، دست کم 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده اند. سخنان جنرال پاکستانی درباره افغانستان. جنرال ISI: ما همیشه از طریق پشتونها در افغانستان زی دخل بوده ایم. ما با تاجک ها، ازبک ها و هزاره ها روابط قوی نداریم. Whether we like it or not, Pakistan has a very strong stake in Afghanistan. And this stake has never been ignored by the Pakistani security establishment. Saying that ISI is involved or meddling in Afghanistan is a ridiculous statement in the sense that ISI has a strategic stake, Pakistan has a strategic stake, and we have always been in contact because of the Pashtun tribes that live on both sides of the border, and Taliban are Pashtuns. ISI does not have any strong contacts in Tajiks, Uzbeks and Hazaras. ISI does not have any strong contacts in Tajiks, Uzbeks and Hazaras. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.